ماجراهای سندباد. دوکی دوکی واک واک سر کردو اوکنا بیکری سر کردو تابی نی دکاکیر شینگوباتو ایتسکا وا سو ایتسمو اومویده سا تابی ناسه تابی ناسه شینگ کجا گذاشتی رفتی؟ آرانو کنیم نانی توزو کنو هرشی و اوشیزمه کدازای مازی آرانو کنیم نانی توزو کنو هرشی و اوشیزمه کدازای مازی こんなとこにいたの 船長、早く何とかしないと船が沈んでしまいますよ。お祈りも結構だけどよ、船を操ってくれない。なほど、ほらげ、こいぶくいまいぬきゃしてかあらりで、いちかりファイデナデルき、いちかりね、みしちゃたった今、アラーの神からお告げがありましたんじゃ。バレー、アガヨ、ヤカアダメバッジンスアスコダビーハバーケ、ハシムコダロバランギフテトゥイエンキャシティサワーシュデ。アガラミジャピアダシナコニキャシティモンベソディカーミシェ。オロシ、コダコデシラムコニ。ペギンベビナミナアダメバッジンスキエ、ハ？シチチ、マハサン？アハハ、シュウヒミコニ、ハハハハ。آه بچنس منم آره دست وردار تو هم من که مدت هاست دوزی رو ول کردم دیگه بچنس نیستم ببینم سنباد تو یه چیزی بگو بابا علایدین شما یه چیزی بگین یا تو نگاه آر دیگه این حرفا بیفایده است در هر صورت تو باید پیاده بشی تو تر پیاده چی داری میکی وگه ما میذاریم علی بابا وسط دریا تو این طوفان پیاده شد معلومه که نمیذاریم صحیح ارانو کمینو اوتسگه دمو کنو علی بابا شتونی اوشناسه رو وکنی و این کندو بس خیلی متاسفم که هر ستاییتون از کشتی باید پیاده کنم برای نجات کشتی راه دیگه ای نیست حتما عقل تو از دست دادی بلم کن! بلم کنید! من که کاری نکردم! چی کار دارید میکنید؟ مگه زده به سرتون! بلم کنید! بلم کنید! شما دروغ گفتم کشتی که من ناخداشم با این بادا غرق نبشه حالا دیگه تمام کارهای سرباد و دوستاش بار خودمون بردگاری مشیت الهی بود که ما از کشتی پیاده بشیم
بله، خداوند از همه اسرار آگاهه. سزای آدمای بدم همینه. آی جنگو جنگو بود. ما زنده ایم. حالتون خوبه؟ آب هممونو با هم آورده اینجا، ولی علی بابا میسن که من زخمی شدم، نمیتونم حرکت کنم، چسبیدم به زمین. الان خودم کمکت میکنم پاشی. چی؟ ای وای، مثل که منم زخمی شدم، اصلا نمیتونم تکون بخورم. آی بابا علایدین بی زحمت بیا کمکم کن بلند بشم. نمیشه، منم خیلی سعی میکنم بلند شم ولی نمیتونم بلند شم. اینجا رو نگاه کنین، اینا رو نگاه کنین، ما رو با تنها به میخ بستن. چی؟ ما رو به میخ بستن؟ کدوم بدجنس این کار رو کرده؟ کی ما رو با تنها به میخ بسته؟ مثل این که بوله هم خوش آمده. آی شما نمیتونید فرار کنید، آروم باشید. سنباد من که باورم نمیشه، به نظر میاد آدم های اینجا همه کتولن. من که تا حالا یه همچین موجوداتی ندیده بودم. نکنه داریم خواب میبینیم؟ ها خواب نمیبینیم، بیداریم. این نیزم کوچیکه، برای راست و سکیه. حالا فهمیدم موضوع از چه قراره. ساکنین جزیره کتولا اسیرمون کرده. ساکت باشین قولهای بیشا خودم، اینقدر حرفای ابلهانه نزنین. ما کتوله نیستیم، شما هم قول هستیم. چی؟ ما قولین؟ چی گفته؟ دیگه حرف نباشه، ما شما قولها رو از همه طرف محاصره کردیم. ببینید آی سنباد، این آدم کوتوله‌ها ما رو اسیر کردن. بنابر خدا گرفتار دست چه آدم های مزاحمی شدی؟ حالا متوجه شدین شما ها دیگه نمیتونین از اینجا فرار کنین. بگر رو تمه را دومونی تسکامت تمرگی. بجرس الان میخوشمت، برای مرگ حاضر شو. خواب کنین پدر، دست نگه داریم. جمیل تو دیگه کجا بودی؟ پدر جون این آدم رو اذیت نکنین، کشیشین شکسته خسته هستن. قصه نخور دخترم، ما خیال داریم از این قولها جای برده همون استفاده بکنیم. خیلی ممنون، اگه خنجرمو پیدا میکردم بهت میگفتم. خنجرتو میخوایم؟ منظورت اون شمشیر گنده هست؟ اون خنجر خودمه. خنجرتو من برداشتم. بس دیگه علی بابا، خون سر پش، مقاومت هیچ فایده ای نداره. خیلی خوب، به نظرم کم کم حالیتون میشه. حالا میتونم تنابو پاره کنم، ولی دیوونگی نکنی. ولی خودت میدونی چه بلایی به سرت میارم. باشه دیوونگی نمی کنم، حالا زودتر تنابو رو پاره کنی. خیلی خوب، تنابو رو پاره کنید. خدا رو شکر نجات پیدا کردم، حالا میتونم حرکت کنم. خدا رو شکر که به خیلی گذشت. خدا رو شکر آخش راحت شدم. اورا آسه باش. خب تا این خنجر دستانه کسی نمیتونه به امسدمه بزنه. آی علی بابا. چوری
هیچی نشدی. ای کل پوک دیوانه، سزای کارت بالاخره همینه. ها شیطونم اگه ورش برم سوتش کنم وسط دریا. شنگون جونم صدای شیناس. اوی 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 شیلو تو هم گرفتن ها؟ آره وقتی داشتم شما رو هوش می آوردم یه تیر زدن توی بالم که دیگه نتونستم بپرم، بعدم تناپیچم کردن. از شما ها این پرنده رو می شنزید ها؟ خیلی خوب شد. اگه بازم اذیت کنید دستور می دم پرنده رو بکشن. نه این کار رو نمی کنی. شیلو این دفعه تو بد سرزمینی اسیر شدی. هنوز زود مطمئن بشی، یه کمی صبر کن. گوشتو خوب بس کن، با تو هم این قول نقلم و پر رو. با من هستی؟ من گوشم با توه، حرفتو بزن. و تو، ای قول ریش سفید. من قول نیستم، شماها خیلی کوچیکی. دیگه حرف نباشه، حالا زود برین سنگای گنده رو از ساحل بیارین اینجا، معطل نشین. قول کوچولو با تو هم هستم. قول کوچولو، شما چه حرفای عجیبی میزنین، آدم تعجب میکنه. تو دیگه نمیخواد به من بگی چی درسته چی غلط، حالا زود برو نخلا رو بکن بیارشون اینجا، معطل نشو. پناهبر خدا، بالاخره بردهشون شدی. خودم حسابی خدمتش میرسم. علی بابا یه کمی صبور باش، اگه مباسه به دفترت نباشی باز با تیر میزنن تو. خودم میدونم، پس باید بی چون و چرا بردگی کنم. آره خیلی خوب بابا علی الدین، بیا بریم. میترسم باز علی بابا یه دست گلی به آب بده. انشالله. ای علای دین سکن، لازم نیست یکی یکی ببرمشون، الان میگم چی کار کنی. آدم باید مغزشو به کار بندازه. ببین همشون از ست پا به فرار گذاشتن. علی بابا اگه اذیتشون کنی دیگه وای به حالت، بس دیگه. درسته درختش کوچیکه اما کندنشون کار آسونی نیست. جناب ارباب آخه بی انصاف، کجای دنیا رسمی با شکم گرسنه کار از آدم بکشن؟ من دیگه از زور گرسنگی نمیتونم راه برم. حقیقتش اینه که منم دیگه نمیتونم. ارباب کوچولو، حتما برای کار کردن برده هم قانونی وجود داره. من که کواسه نایگنگری مو کنین زای موکنه سو سویو توسما کنو کیوجین سان تاچی داتته تابه نکه ایمان نی تاورته شیماو وا. اینا قولای بدجنس و مزاحمی هن.
جمیل برو براشون غذا تهیه کن. اینجور چه معلومه خیلی هم باید غذا بخورن. به به چه غذای خوشمزه‌ای، حتما خوششون میاد. خوبه، خیلی خوشمزه، مثل اینکه از غذا خبری نیست. ولی رفقا داره بوی خوبی میاد. چه بوی از زور گرسنگی دهنم آب افتاده. آقا گلاب بفرمایی نوش جون کنی. متشکرم، عالیه، خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه. خدا رو شکر بالاخره تونستیم غذایی بخوریم. بیچاره پرنده گندهه. چی؟ پرنده گندهه با من بودی؟ آره، حتما تو گرسنه‌ده ها. حالا تنابو باز میکنم، بیا اینجا. خیش آزاد شده. آهای شیلا، یالا به تو، بیا غذا تو بخور. چه سوپ اشتها، ولی از بس گرسنه‌ای سرم داده گیج. به به چه غذایی، خیلی خوشمزه بود، من که خیلی خوشم اومد. خیلی خوب، وقتی سیر شدید برید سر کارتون، معطل نکنید. بدجنس، این کوتوله چجوری ما رو به کار میکشه، نگاه کن. راستی بابا علایالدین، شما میتونین چرا ما رو اینجوری به کار میکشن؟ میدونیم با این سنگا و نخلا میخواد چی کار بکنه. بله، گمونم میخواد قلعه بسازه. قلعه؟ جمیل تو باید بدونی این همه سنگ و درخت که جمع کردین برای چیه؟ اگه راستشو بخواین برای چیه؟ حرف بزن، ما گوشمون با توه. جنگ، راستش میخواد جنگ بشه. چی؟ میخواد جنگ بشه؟ خب با کی میخواین بجنگی؟ های گوله های تنبل، چرا بیکار نشستین ها؟ حالا وقت استراحت نیست، بلنشین کار کنید. چرا باطلی؟ یلا بلنشین کار کنید. این دیگه یواش یواش منو عصبانه میکنه. شیطونه میگه حسابشو برسم. فهمیدم چی کار کنم، تو زبون ما رو بلدی. نه خیر، من زبون شما رو بلد نیستم. چرا؟ تو زبون ما رو بلدی، خوبم بلدی. های این کار به نفع ماست. های قفص بیارید. چیکار داری میکنید؟ برم کنید. ساکت باش پرنده گنده، ساکت. تو باید روی سر دشمن پرواز کنی، منم با خودت ببری. مگه میشه این؟ غیر ممکنه، من پرنده گنده نیستم، من یه مینای کوچولو بیشتر نیستم. دیگه حرف نباشه، حالا بیچونه چرا پرواز کن. زود باش، معطل نکن. زود باش. چشم، یلا پرواز میکنم، پرواز میکنم. کتا جم نزید. مواظب باشید گولها فرار نکنن. های سمبا دوست عزیز، فرصتو نباید از دست. چی؟ باید فرار کنیم. آخه مگه با این پابندو میتونیم فرار کنیم؟ یکی یه سنگ توی دستمون میگیریم تا میتونیم فرار میکنیم. بعد که از دست تعقیب کننده ها فرار کردیم، یه گوشه میشینیم و زنجیرها رو پاره میکنیم. من خیلی وقت دارم دور بر خودمو میپام. اگه بتونیم به وسط جزیره بریم، بالاخره نجات پیدا میکنیم. ولی این کار مشکلیه. اگه بخوایم نجات پیدا کنیم، باید این کارو بکنیم. سنباد، بابا بزرگ، بیاین بریم. علی بابا، آی پوله فرار کرد. با این کمونا تیراتون جایی نمیرسه. سنبا چیکار داری میکنی؟ بیا اینجا، بیا بابا. یالا فرار کن، زود باش فرار کن، الان میگیرنت. یالا فرار کن. سنبا من بعدم
برمیگردم و شما را نجات میدم. علی بابا رم، خدا کنه موفق بشه و براش مشکلی پیش نیاد. محاصره شدی. خسته شدم. او نه، آدم های کوهستان یکی از گولا رو گرفتن. علی بابا، آها شیلا، چه پرنده عجیبیه، با تیر بزن اینش. چی میکنی؟ برا باشتادی، برگرد برگرد. چی؟ کوتوله های کوهستان علی بابا رو گرفتن؟ بله، کوتوله های کوهستان اسیرش کردن. من با قدرت تمام پرواز کردم، ولی نگاه کن چند تا تیر خورده به بالام. حتما کوتوله های کوهستان با استفاده از وجود اون غوله فوری به همون حمله میکنن. حالا که وضع به این صورت در اومده، شما غوله هم همراه ما باید بجنگید. نمیشه، این کار از ما ساخته نیست. بنابر خدا، مثل این که بدبختیمون تموم شدنی نیست. خدا خودش کمکمون کنه. عجیب، از شنگ اونا فرار کردم، از سیر اینا شد. علی بابا به دست کوتوله‌های دیگری که با کوتوله‌های قبلی دشمن بودند اسیر شد. حالا باید دید سندباد، علاءالدین، علی بابا و شیلا چگونه نجات پیدا می‌کنند. Share.